بشم مشم نسه به نسلی اخت و راستی والان و مشه مراشا قهیلت یعقوب عزت هشم این وقت صفحه رش نون سیمان فصل 625 الاخای سوکا می فرماید که گفته شده در تورا در سوکا بنشینید 7 روز و غیره و دستی را در سوکا نشاندن به نیسرای را و اونا ابرای عزت هستند که دور گرفتند جامعه اسرائیل رو که اونها سوزش آفتاب نزنه. تور نوشته که دلیلی که ما دستور داده شدیم که درست کنیم سوکا در ماه تیشری و نه در ماه نیسان به خاطر که زمان خروج ما از مصر نیسان هست، بر طبق این که نیسان اول تابستونه و طریق ارادمیه که درست کنه سوکا برای سایه و مشخص نیست که ما درست میکنیم به خاطر میسوای هشم. پس هشم به ما دستور داده که بیایم و سوکا رو درست کنیم در ماه پنجم که اون اول زمستونه که زمان سرما و بارونه و طریق هر آدمی که خارج بشه از سوکاش و بنشینه در خونش، در حالی که ما از خونه خارج میشیم که بنشینیم در سوکا. او بازه ایره و اینجا معلوم میشه برای همه که ما انجام میدیم این چنین به خاطر میسوای پادشاه کشم به ما دستور داده. بنابراین ما سوکا رو در اول زمستون درست میکنیم که نشون بدیم به خاطر هشم اومدیم بیرون، نه به خاطر هوای خوب. الان هوا داره سرد میشه. بله بله سرده، ولی بله میایم بیرون به خاطر هشم. بت زرزین مقدمی لمیسوت، اونایی که شابوکن مقدم میشن به میسوا. بنابراین اونایی که دقت میکنن در میسوا شروع میکنن در درست کردن سوکا در مسای یوم کیپوری، به خاطر که از میسوای کیپور برن تو میسوای سوکا و از خیل الخیل از یک میسوای میرن به یک میسوای دیگه، از یک نیروی معنوی میرن به یک نیروی معنوی دیگه. بالا صفحه 251 میفرماید درسته که هر یکی مسئول خودش مشغول بشه به میسوای درست کردن سوکا، زیرا این میسوا خودش انجام بده بهتر از نمایندشه، یا لاقل سقفش رو خودش بندازه شالوم، و اگر غیر ممکنه که خودش درست کنه انجام بده توسط شالیخ و بگه به او که شالیخ هستی تو که سوکا درست کنی و سعی کنه که خودش یک کارش انجام بده به خصوص در سقفش. و باطل میکنن تلمود تورا به نیاز درست کردن سوکا و لولاب، و درسته که هر یکی سوکای شخصی داشته باشه که بتونه بخوابه و در سوکا بخوره. شماره دالت میفرماید اگر که شبات فاصله میندازه بین روزی که پور به خیگه سوکات، از کسی که نوشته وظیفه است از اصل علاقا که جلو بندازه درست کردن سوکا قبل از شبات، نه فقط از دین اونایی که چابکن مقدم میندازن میسوارو جلو میندازن میسوارو، لیکن طبق دین علاقا، چون که اینجا نیست بلکه آماده کردن میسوا و لازم نیست که جلو بندازه، فقط از دلیل زرزین مقدمی لمیسوا. یعنی اگر که شبات بین روشش بین کیپور و سوکا هست وقتش خیلی کمتره، میگه که طبق دین جلو بندازه چون زرزین مقدمین، اونا که چابکن میسوا رو جلو میندازن، نظره تا زمان تنگ نتونه ببنده. 251 شماره میفرماید که از مکانهایی که کم هستن اونایی که درست میکنن سوکا طبق علاقا، و در حالی که بقیه جماعت درست نمیکنن سوکا اصلا، بلکه اصلا بعضی از اونا که بعد تفیل و عربیت شب خگ میرن تو سوکایی که بیت کلیسا درست شده و اونجا قیدوش میشنون و یکی یکی میخورن حتی کمتر از کزایید، و واقعا نمیدونن و متوجه نیستن که اصل میسوای امر در خوردن نون در شب اول خگ شب اول سوکا، و با این رفتارشون دارن نشون میدن بی اهمیتی به میسوای عزیز سوکا.
و دیگه که در تمام ایام خگ میخورن مینوشن خارج از سوکا و توجه نمی کنن که این مغایرت داره با تورا، نگد اتورا. بنابراین بایستی که داراش کنن در جماعت اطلاع بدن بزرگی میسوای سوکا که هر کسی خیابه که درست کنه سوکا برای خودش و برای خانوادهش پشت بام یا یه جایی که بلندی که نیست مگر 4 یا 5 طبقه تا بیشتر، یا در حیاتش یا در ایوانش که سقف نداره. و اونا که زندگی میکنن در طبقات بالا، اینا بالا میرن در تمام طول سال و خستگی ندارن، میرن پشت بام میخوابن. ولی چرا بالا نمیرن به پشت بام در محیط سوکا؟ در طول سال بلندش میری تابستون که هوا گرمه پشت بام میخوابی، حالا برای سوکا برو اونجا درست کن، بعد خوب ببندتش که باد نبره. به هر حال باید سعی کنه یه رای پیدا کنه. شماره واب در جمعه شبات یا جمعه یوم توف درست نکنه سوکا رو از مینخاق تنابه بعد، ولی بعد از نیمروز مجازه. و اگه معطل شد از اینکه درست کنه سوکا و رسید جمعه موعد سوکا، حتی اگر افتاده جمعه شبات به دیعود، مجازه که درست کنه سوکا همچنین بعد از مینخاق تنا که بودون اجرا کنه میسوای سوکا رو. فقط چابک باشه که لغزش پیدا نکنه به ایسور کار در شبات. شماره واب توضیح میده که آقا جون شما از 9 ساعت و نیم به بعد روز جمعه شبات یا جمعه یوم توف دیگه سوکا درست نکن، خاطر که دیگه به شباتی لول میفته. حالا اگر دیگه عقب افتاده و دیگه نمیشه روز جمعه موعد سوکا، دیگه درست کن دیگه، زودتر درست کن تا بده نگذار بیفته به روز آخر. سیمان ترکو، سوکا زیر درخت و بام. الف، بایستی که برازر کنن جماعت رو که دقت کنن که درست نکنن سوکا زیر بالکن یا ایوون، حتی بامی که خیلی بلنده، که چنین سوکای پاسول قطعا. یعنی ما کار به این نداریم که آقا جون 10 متر بالا بالا سقفه، 100 متر سقف باشه، بالای سر سوکا باید تا آسمون هیچی نباشه. شماره بت می‌نویسه که لازمه که اون سقف سوکامون کنده شده از زمین باشه، یعنی که میخواد کم کنه درختی که متصل به زمین، اگر درست کرده اون رو سایبان زیرش پاسوله، که اگر درست کرده سوکاش زیرش پاسوله، یعنی زیر درخت درست نکن. یک. دوم، قدیم متاسفانه اینجوری بود که میامدن درخت رز انداخته بودن روی سوکاشون، میلا سقف سوکاش درخت رز بود و این خوب نیست، قطعا اشکال داره. اگر برید از درخت که کاشر کنه اون رو، که باشه خودش از اون پوشش سقف سوکا کاشره، در صورتی که تکون بده اون رو بلند کنه، هر شاخهی به تنهاییش رو بذاره دوباره بلند کنه و دوباره بذارتش، و اگه نه پاسوله به خاطر تعصم این آسوی، یعنی رو سقف سوکاش قسمت بالای سوکا درخت رزه. خب ما درخت رزه از زمین قطعش کنیم تمومه؟ نه، بعد برداری بذاری، قطعش کن بردارش دوباره بذار، یا تیک تیک بردار بذار. شماره گیمل صفحه 252 میرپست ایوان که 3 تا دیوار داره و میخواد درست کنه اونجا سوکا، ولی که دو آقا اشکال اینه که فقط قسمتی از سوکا حدود 5 تفخ زیر آسمونه، 2 تفخ زیر بامه، به صورتی که نیست در اون سوکای کاشر. امکان داری که کاشرش کنه توسط قرار دادن دیوار 4 برای سوکا نزدیک به درب خونه و نگه داره اون رو لید در کنار 2 تفخی که زیر بامه،
و بدین وسیله تکمیل میشه اون کاشر بودن سوکا که اون هفته فخه و اون گگی که سخاخ پاسوله، چون که نیست در اون در میان سوکا شیور چهار تفخ پاسول نمیکنه سوکا رو، که سخاخ پاسول پاسول نمیکنه کمتر از چهار تفخ، که کمتر از چهار تفخ کاشره و مجاز آمن که بخواب زیرش و بلندی اون دیوار چهارمی کافیه که برسه تا سخاخ، که بدین وسیله نشون میده که اون قسمت بام که شمی بعدل دوفن، که اون بالایه بگیم دوفن دیوار چهارمیه به طرف خونه، جمع نمیشه به قسمت دیگر بام. کوچکترین سوکایی که ما میتونیم داشته باشیم که قد هفته فخ در هفته فخ، یعنی حالا اگه تفخ رو 10 سانت بگیریم 70 در 70 در بلندی 10 تفخ یعنی 80 سانت، یعنی تقریبا 70 سانتی متر در 70 سانتی متر در بلندی 10 تفخ یعنی 1 متر. این کوچکترین سوکایی که ما میتونیم درست کنیم، یه جایی پادگانه نیست ندارن دیگه، یکم لااقلش یکم ترینش. بله خب نه، این حالتیه که ببین مثلا میگیم چند بگیره قبوله، میگیم 10، ولی 10 نمره خوبی نیست، 10 نمره خوبی نیست، 10 نمره آبروریزیه، ولی خب قبوله دیگه. اینجا هم سوکا نداره، امکانات نداره، جا نداره، تو سر باز کنه یک گوشه برای خودش درست کرده. میگیم کوچکترین سوکاییه که 70 سان در 70 سان در 1 متر. حالا کمتر از این هم بحث داره به ماند، الان خواستیم روندش کنیم ما. شماره دالت آخوام تشریف بیارید، مجازه که درست کنه سوکا رو زیر چیزی که متصله یا زیر خونه و سخاخ کنه با سخاخ کاشر و دور کنه اون بام رو بعد از آن، و در نتیجه اون سخاخ زیر آسمونه و پاسول نیست به خاطری که خود به خود درست شده باشه و نه درست کرده باشه. اویل به نپاسول به سخاخ اسمو، چون که اون پوشش سقف سوکا پاسول نیست. یعنی که شما اومدید سوکاتون رو زیر یک سقف متحرک درست کردید و این سقف متحرک بعد از اینکه سوکاتون ساختید برش میدارید و سوکای شما کاملا زیر سقف آسمونه و این پاسوبل نیست و اشکالی نداره. شماره مجازه که درست کنه سوکا زیر اون بام هایی که برای باز کردن و بستنه، و مجازه که ببندتش به خاطر بارون و برگرده بازش کنه. و بعضی ها میگن قبل از اینکه بگذاره سخاخ لازمه که باز کنه اون بام رو، به خاطری که سوکا درست کنی درست شده نباشه. بعضی اختلاف دارن و ایغار مثل صحبت اوناست، فقط در زمانی که میشینه در سوکا واضحه که نشینه یا نخوابه در سوکا، موقعی که بام پهن شده است بر روی سخاخ. یعنی شما وقتی که میخوای رو سقف سوکات حسیر بندازی، این سقف متحرک باشه یا نباشه. بعضی ها میگن ورش دار بعد سقف ازا، بعضی ها میگن نه هستش سقف هم باشه حسیر بنداز. علاقه چی چیه؟ مسئله نیست آقا، این سقف متحرکه هست، پوشش هست، حسیر میندازی رو سقف سوکات، موعد سوکا که میشه اما عصرش عصر جمعه سوکا میزنی عقب سوکا سقف. شماره واب میفرماید اونایی که درست میکنن سوکا رو زیر بام هایی که درست شده برای بستن و باز کردن و باز میکنن اون بام رو مثل درب ها یا مثل پنجره و در وسطش لولا داره و این پنجره میزون مقابل سخاخی که کاشر در طول و عرضش، و موقعی که باز میکنن او رو ایستاده در بالا از سخاخ وسط سوکا بر اون کنارش، در نتیجه آویزون در بالا از سخاخ کاشر دوفنی که اون نسره، یعنی به اصطلاح نسر یعنی
تخته ایه که وسعتش بیشتر از چهار تفخه، بلکه آویزون در کنارش مقابل سخاخ کاشه. اصلا که شک میکنن در این، ولی قال علاقه اینه که شک نیست و این سوکا کاشه. شماره زین، اگر سخاخ سوکا ایستاده به صورتی که سراشیب سوکا کاشه. شماره خط، میفهمایی از سوکایی که هست بالای سخاخش بامی که درست شده از آهن و پخ حلب و فراموش کرده برداره اون بامی که هست در اون لوله ها براخا گبلیشه بسوکا موقعی که پوشیده بوده با اون بامه، اگر اون در شب اوله اینک موظفه که بخوره، بازم که از زهید در سوکای کاشه. بنابراین بعد از این که اون سقف رو برداشت بازش کرد، برگرده براخا بگه و بخوره که از زهید. در سایر روزا و شبا اگر ادامه میده که بخوره، بر میگرده که براخا بگه، زیرا اون چیزی که براخا گفته قبلش براخای لبتالا بوده. یعنی در حالتی که در حالتی که سوکا پاسول بوده، میشه بس سوکا گفته. پس ایشون کاری که کرده اشتباه بوده. اگه شب اوله باید بره کزایت بخوره، میشه بس سوکا هم بگه. نه دیگه عموستش که مشکلی نداره. نه چرا عموستی دوباره بگه؟ چه بسوکاش بوده بطالا بوده و سوکای پاسور گفته، دوباره براخا میگه. اگه شب اول دوم نیست، اگه اضافه میکنه ادامه میده بخوردن، براخا این نه دیگه نمیخواد بخوره، دیگه نمیخواد، دیگه براخا هم نمیگه و اون چیزی که گفته براخای لبتالاست. شماره تت میفهماید کسی که داره بامی که درست شده رو سر سوکاش که سپر میشه به خاطر باران و میشینه میخوره در سوکا و موقعی که دید بارون میاد این دره میبنده کشوییه که بالای سوکاه، موقعی که بارون قطع میشه باز میکنه اون درب سقف سوکا رو و میخواد ادامه بده بخوردن در سوکا، لازمیست که برگرده براخا بگه لیشه بسوکا، چون که در زمانی که براخا گفته لیشه بسوکا نیتش بوده رو تمام سعودا، یعنی اومده نشسته تو سوکا لیشه بسوکا گفته، یه مقداری خورده، بارون اومده سقفه کشیده، بارون قطع شده سقفه برده عقب، ادامه میده دوباره شه بگه، نه نیتش بوده که بخوره. یود، ایوونی که سقف داره با الوارهای ریز، چوبایی که نصب شده با میخ و بینشون فضای هر مقداری که بارون میتونه بیاد و در تمام سال هست بر اون بام بالایی آزبست پنبه نسوز و میخوابن و میخورن توش و میخواد دور کنه اون سقف بالایی رو و باقی میمونن اون الوارهایی که نصب شده به خاطر سخاخ سوکا کاشه نمیکنن این سوکا رو، بنابراین لازمه که اون میخایی که در اون الوارهاست خارج کنه و تکون بده اون الوارها رو به عنوان سوکا. شماره 11، کسی که درست میکنه سوکاش رو برای خگ، پاتور از مزودا به خاطر که سوکا خونه موقت. 12، سقف آزبست که خارج کردن اون سقف رو و گذاشتن سخاخ برای محیط سوکا، طبق دین لازم است که دور کنه مزودا و نصب کنه از نو بعد از خگ، به خاطر اینکه پاتور ایام خگ، و اگه میخواد سقف بگیره دور کنه خوبه که بده اگاش کنه و بررسی کنه ببینه کاشره یا نه، و اونقدر که برمیگرده که نصبش کنه براخا میگه بر قویوتش. شما یه اتاق درست حسابی داری که میخوای سقفش ورداری و حسیر بندازی، این سوکای این اتاق که الان میخوای سقفش ورداری مزدا داشته، مزدات بکن؟ نه مزدات نمیخوای بکنی، سقفش حسیر میندازی. حالا میخوای سخت بگیری که دور کنی، بکن بدم اگاه کنه، بعد دوره که میای میزنی براخا و گروش، ولی میگه نمیخواد شما مزوزاش برداری و نصبش کنی بعد موعد. یود گیمل، آخریش، کسی که داره دیواری که اتاقی که زندگی میکنه در طول سال درش، وقتی خگ میشه
رعافیم خگ برمی رعافیم گگ برمی داره، سفال یا اون آجر کاشی و مانند اون که در سقف به کار میبرن و پوشش میده با پوشش کاشه. اصلا که میگن این سوکا معاف از مزدا در ایام سوکوت. بعضی ها میگن که این اتاق خیابه به مزدا چون که اون قابوه به دیرا در تمام ایام سال. همینطور اصل علاقات بنابراین بعد از خک این ار مزوزا دین تعصب لومیناسوی، بر اون مزوزا قانون تعصب لومیناسوی نیست که اینک معلام دو یا ساخه دزده میت خیوب مزوزا، یعنی اصلا این اتاق از خیوب مزوزا در نیمده. چه اتفاقی افتاده؟ یه اتاقی داریم شما در طول سال توش زندگی میکردیم، بعد حالا که شده موعد سوکا سقفش برداشتی و اسیر انداختی سخاق کاشه. زمانی که سقفش برمیداری اتاق سرباز دیگه مزوزا نیاز نداره. هستن که میگن این اتاق این سوکای پاتور از مزوزا در ایام سوکا. بعضی ها میگن نه این اتاق خیاب مزوزا. چرا؟ چون که این اتاق برای زندگی بوده در تمام طول سال. حلاخا چی چیه؟ همین که مزوزا میخواد. بنابراین بعد از خک این مزوزایه که شما سقفش برداشتی حالا بعد دوباره میای سقف مثلا هرچی میزنی برای همیشه تصمیم اینو آسوی نیست و هیچ وقت خارج نمیشه از وظیفه مزوزا. یعنی با وجودی که شما رو سرش هم حسیر میندازی بازم خیاب به مزوزا هست.